نیت ما درست باشه. ما اولیاء رحمان را نمی شناسیم، ما دوستان الله تعالی را، ما دوستان الله تعالی را نمی شناسیم. کیا هستند؟ کجایند؟ اما هر مؤمنی برای ما ولی الله تعالی باشه. هر مسلمانی چون ما ظاهر را می بینیم، باطن بر ما پوشیده، از باطن فقط کی خبر داره؟ الله. کی خبر داره؟ الله. سبحان الله. من یک سخنی شنیدم، عجیب سخنی. بعضی میان به شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان درازی می کنند. کسی روی منبر بود و می گفت که ابوبکر شخصیتی نیست، ابوبکر را در حضور رسول الله فحش دادند، ناسزا بهش گفتند. پیامبر ساکت بود، چیزی بهش نگفت. پیامبر حتی از این که ابوبکر را فحش دادند ناراحتم نشد. ابوبکر جواب داد، رسول خدا ناراحت شد و رفت. پس ابوبکر شخصیتی نبود که رسول خدا برش حرمتی قائل باشه. چقدر تغییرش میدن، چقدر اینها را به هم میزنن تا بیاین یک چهره نورانی و یک چهره زیبا را برای بشر بد جلوه بدن، در حالی که برای خوبی و طهارتش قرآن گواه است، برای مقام و رتبهش قرآن گواهه، برای رضایتش از الله تعالی قرآن گواه است. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گواه است. سعید ابن مسیب می فرماید قال بینما رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسون، سعید ابن مسیب می فرماید رسول خدا نشسته بود، وقع و معه اصحابه، جمع الصحابه بودند، وقع رجل به ابی بکر، یکی آمد شروع کرد ابو بکر صدیق را فحش می داد، بهش بد و بیرا می گفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونجا حضور داشت. فآذاه، ابو بکر فحش داد و اذیتش کرد. فصمت، رسول الله هم ساکت بود. فصمت عنه ابو بکر، ابو بکر هم ساکت بود. ثم آذاه ثانیه، دوباره فحش داد. فصمت عنه ابو بکر، دوباره ابو بکر جواب نداد. ثم آذاه ثالثه، مرتبه سوم اذیتش کرد و فحش داد. فانتصر منه ابو بکر، ابو بکر جواب دشنامش را داد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم حين انتصر ابو بکر، وقتی که ابو بکر بدل گرفت و انتقام گرفت، رسول خدا بلند شد، جلسه را رها کرد و رفت. سبحان الله. فقال ابو بکر، ابو بکر رضی الله تعالی عنه بلند شد، دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و فرمود اوجدت علی یا رسول الله، ای رسول خدا، شما از من ناراض شدی، بر من غضب کردید، اون من فحش داد، شما چیزی نگفتید، من جوابش را دادم، شما از من ناراض شدید، جلسه را رها کردید. بشنوید، حقیقت اینه که عقایق گفته نمیشه، اون حضرت چی میگوید. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم نزل ملک من السماء یکذبه، ای ابو بکر، در مجلس من زمانی که اون کسی که داشت گستاخی میکرد به شما، شما را آزار و اذیت میداد، دشنام و ناسزا میداد و به اصطلاح شما را اذیت میکرد، فرشته ای از آسمان برای انتقام شما آمد. از کجا؟ الله. فرشته ای از کجا می آین؟ جواب بدید، فرشته از کجا؟ فنزل ملک من السماء یکذبه، فرشته ای از آسمان آمد، جواب اون گستاخ را در مجلس من می داد، من نشسته بودم نگاه می کردم. اما بما قال لك فلما انتصرت، وقتی ابوبکر تو جوابش را دادی، وقع شیطان، فرشته رفت، شیطان آمد. فلن اکن لعجلس از وقع شیطان، در مجلسی که شیطان باشه من محمد صلی الله علیه و سلم حاضر نمیشه. سبحان الله. به گستاخان ابوبکر صدیق کیا جواب میدن؟ فرشته ها. کی؟ بشنود
اون کسی که این گستاخی را کرده بیچاره ابوبکر را فاش میدن، دل رسول الله ساکته، ابوبکر ساکته، اما جواب را الله تعالی یک فرشته را میفرسته تا جواب اون گستاخ را بده. تو حدیث را خواندی، اما قسمتش که عظمت و کرامت و نصرت الهی در حق ابوبکر صدیق اون را پنهان کردی تا بتوانی چهره زیبای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را خدشدار کنی. نه خیر، لقد رضی الله عنهم، اینها به این صورت پنهان نمیمانند. اون حضرت میفرماید اتانی جبرئیل و رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع فرمودند اتانی جبرئیل و جبرئیل علی نبینا علیه السلام نزد من آمد فاخذ بیدی فارانی باب الجنه الذی تدخل منه امتی. جبرئیل آمدند دست من محمد صلی الله علیه و سلم را گرفتند و بردند اون دروازه عظیم بهشت را که امت من از اونجا در بهشت داخل میشن به من نشان دادند. در جمع رسول الله در موعظه میگه، این حدیث را بیان میکند، قال فقال ابو بکر یا رسول الله، از میان این جمع ابو بکر بلند شد. کی؟ از میان این جمع ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بلند شد. قال ابو بکر یا رسول الله وددت انی کنت معک حتی انظر الیه. ای محمد صلی الله علیه و سلم، من دوست داشتم که به امراه شما بودم اون زمانی که شما دروازه بهشت را می دیدید، من هم می دیدم. اون حضرت می فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اما انک یا ابا بکر، ای ابو بکر، شما اول من یدخل الجنت من امتی، اولین کسی که از امت من داخل بهش میشه ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، اولین بهشتی که داخل بهش میشه از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی هست؟ کیه؟ بله سروران، این نکته بود خدمت شما عرض کردم. و اون حضرت فرموده کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان حرمتی داره، ماله، عرضه، دمه، مالش، آبرویش، خونش بر مسلمان حرامه. ما حرمتها رو حفظ کنیم، بالاخره بگونه ای باشیم که کسانی که برای ما خدمت میکنن در قلب ما جایگاهی داشته باشند. من این نکته را در جلسه قبلی هم خدمت سروران عرض کردم، الانم عرض می کنم، کسانی که شما را خدمت می کنند و خدمت گزار شمایند، حداقل انتظاری که از شما دارند اینه که در قلب شما نسبت به آنها عداوتی نباشه. این در توان شما نیست؟ نیست یا هست؟ سلامت خدمت بفرمایید. در مسجد هستی سروران، در مسجدید، مثل کسی هست که در شایع تهمت عایشه ام المؤمنین شریک میشه، ندانسته در این معرکه وارد میشه. وقتی که برائت از آسمان نازل میشه، ابوبکر متوجه میشود که مثل ای که بر سفره من غذا میخورد نسبت به دختر من تهمت زده هست، گفت من دوباره بر سفره هم شما را نمیذارم، مستا دیگه دوباره اجازه نداری، رب العالمین این را نمیپسنده. آیه نازل میکنه که شمایی که دارید مستا را از سفره خود محروم میکنید، از محبت و شفقت خودتان محروم میکنید، الا تحبون یغفر الله لکم، مگه شما دوست ندارید که رب العالمین شما را بیامرزه؟ دوست ندارید؟ وقتی که آیه نازل میشه، رسول الله میاد به معذر ابوبکر، ابوبکر این خشم شما را کی نمیپذیره؟ کی نمیپذیرد؟ دوست نداری که خداوند متعال شما را بیامرزد؟ میگه چرا؟ احب و ایغفر الله لی، ما هم دوست داریم که ما را کی معاف کنن؟ الله. که ما را ببخشن؟ الله تعالی. انشاءالله که قلبهای پاکی داشته باشید
و خدمت کنید، خدمت مالی، جانی. و این باب علمی که برای شما باز شده است، این باب را باز بذارید و اهل اولاد خود را انشاءالله به نور قرآن و نور حدیث گهربار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برسانید.